خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز انشالله که خوب هستن. خوش آمدین به یک دیگه از ویدیوهای درس فیزیک، درس سوم حرکت یک بودی رو بخیر امروز شروع میکنیم. دو درس قبلی ما انواع حرکت یک بودی رو خواندیم که دو قسم بود، حرکت یک نواخت و حرکت غیر یک نواخت. ما رو بیشتر توضیح داده، امروز بخیر یک چند سوال کار میکنیم. سوال هایی که ما اینجا به درس امروز بخیر کار میکنیم از کتاب معارف و از کتاب کورس آسمان بلخ، از این دو منبع سوال ها رو من انتخاب کردم، کتاب بانک سوالات کورس ما و همچنین از کتاب معارف. خب ما روز گذشته خواندیم که حرکت به دو قسم است، حرکت یک نواخت، حرکت یک بودی به دو قسم است، حرکت یک نواخت و حرکت غیر یک نواخت. حرکت یک نواخت به حرکت گفته می شد که سرعت بین و حرکت ثابت بود، کانستنت، و تعجیل هم صفر است. وقتی سرعت ثابت باشه، تغییرات سرعت نظر به زمان ما تعجیل می گفتیم، تعجیل باز صفر می باشه. این حرکت میگن حرکت یک نواخت. و به این حرکت ما یک معادله داشتیم، x مساوی است به b ضرب t، که تنها معادله که سوال های حرکت یک نواخت ما از کار میکنیم x مساوی v ضرب t است. باز x صفر هم داره که موقعیت اولی است که درس گذشته ما گفته بودیم که او رو بیشتر وقتا چون صفر است صفر در نظر میگیریم. نو دوم حرکت یک بودی، حرکت غیر یک نواخت. حرکت غیر یک نواخت باز به حرکت گفته میشد که سرعت در این و حرکت ثابت نبود و تعجیل هم صفر نمی باشه، ولی تعجیل باید ثابت باشه. تعجیل نظر به کتاب معارف باید در حرکت غیر یک نواخت ثابت باشه. چهار دانه معادله داره حرکت غیر یک نواخت. کتاب مکتب سه تایش گفته، ما یک تار اضافه میتیم که از اون هم بعضی وقتا سوالا کار میشه، راحت تر کار میشه. اگه معادله هم نباشه سوالات کار میشه، باز مراحل سوال زیاد میشه و وقت زیاد میگیره که با کنکور شما وقت زیاد داره. معادله اول V مساوی است به V صفر مثبت منفی AT بود. معادله دوم x مساوی است به v صفر ضرب t مثبت منفی 1 بر 2 t مربع. معادله سوم v مربع مساوی است v صفر مربع مثبت منفی 2 x. معادله چهارم x مساوی است v جمع v صفر تقسیم 2 ضرب t. که چهار تا معادله از حرکت غیر یک نواخت است. خب یا هر کدام نام خاص خود داشت که نظر به نامش سوالا رو ما کار میکردیم. معادله اول معادله سرعت مستقل از فاصله است. معادله دوم معادله حرکت مستقل از سرعت است. معادله سوم معادله سرعت مستقل از زمان. معادله چهارم معادله حرکت مستقل از تعجیل. و استفاده از این معادلات هم وقت مشخص میشه دوستای عزیز، که همون کمیتی که به سوال ذکر نشده باشه مستقل از همون کمیت ما معادلش استفاده میکنیم، که حالا به سوالات شما بیشتر آشنا میشیم با این موضوع. خب سوالات کار میکنیم، سوالات بخش حرکت ها. سوال اول، شما وقت سوالات کار میکنیم، پیش از اینکه سوال اول ما کار کنم برایتان، اول باید تشخیص بدین که حرکت یک بودی است یا دو بودی. ببخشید، حرکت یک نواخت است یا غیر یک نواخت. نظر به او باز چی میکنین، تصمیمتان میگیرین که از کدام معادله کار بکنین. خب ما سوال اول میخوانم با هم تشخیص میدیم که یک نواخت است یا غیر یک نواخت. خب سوال اول گفته سرعت یک موتر 5 متر بر ثانیه است. اگر این موتر به مدت 10 دقیقه با سرعت ثابت و همین سرعت ثابت در حال حرکت باشد، مسافه طی شده در این مدت را حساب کنید. خب سوال بر ما سرعت داده، سرعت چند است؟ 5 متر بر ثانیه سرعت گفته. مدت گفته زمان و مدت 10 دقیقه با سرعت ثابت همو 5 متر بر ثانیه در حال حرکت است، مسافه یا فاصله را حساب کنیم که x فاصله است. خب ما x قرار است حساب کنیم. وقتی به متن سوال گفته باشه که سرعت ثابت است، به این مفهوم که حرکت یک نواخت است و
سوال از یک معادله کار میشه x مساوی است v ضرب t. از x مساوی v ضرب t کار میکنیم. سوال x معلوم نیست، v سرعت چند است؟ 5 متر بر ثانیه. ضرب t 10 دقیقه را به ثانیه اول تبدیل کنیم، بعد هر دقیقه 60 ثانیه، 10 دقیقه 10 ضرب 60 که میشه 600 ثانیه. خیلی ضرب 600 ثانیه، ثانیه با ثانیه اختصار میشه 5 6 30، دو تا صفر هم پلویش داریم، 3000 واحد هم متر، 3000 متر جواب این سوال میشه. x یعنی 3000 متر مسافه را طی کرده، اگر چهار جواب به کانکور به کیلومتر بود با 3 کیلومتر میشه، هر 1000 متر یک کیلومتر است. اینو میفهمید؟ خب سوال دوم کار میکنیم. سوال دوم گفته که سرعت نور در خلا ثابت بوده و مقدار آن 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه است. سرعت نور در خلا ثابت بوده و مقدار آن، یعنی سرعت نور به من اسم 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه است که ایره سرعت گفته ثابت است. وقتی سرعت ثابت باشه، بازم سوال قبل حرکت چیست؟ یک نواخت است. اگر فاصله بین یکی از سیارات و آفتاب، ۱۵۰ میلیون کیلومتر باشد، معلوم کنید که نور آفتاب بعد از چند ثانیه به سیاره میرسد. یعنی زمان حساب کنید. یک دفعه دیگه مسئله از اول تشریح میتونم. سرعت نور در خلا گفته ثابت بوده و مقدار آن 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه است. اگر فاصله بین یکی از سیارات و آفتاب 150 میلیون کیلومتر یا مگا کیلومتر باشد، چی را حساب کنین؟ زمانی که نور آفتاب از آفتاب تا به سیاره میرسه را حساب کنین. اول 150 میلیون کیلومتر را به چی تبدیل میکنیم؟ به متر. 150 خودش میلیون ده به نمای 6 یا مگا کیلو ده به نمای 3 متر. پس x مساوی است به 15، یک صفر با ده به نمای 6 توانش یک واحد علاوه میکنیم چون 10 است. 10 ضرب ده به نمای 6، ده به نمای 7 ضرب ده به نمای 3، ده به نمای 10 متر. این فاصله است. حالا معادله حرکت یک نواخت میمانیم. چرا معادله حرکت یک نواخت؟ چون سرعت ثابت گفته. سرعت که ثابت باشه حرکت چیست؟ حرکت یک نواخت است. و حرکت یک نواخت هم معادلش x مساوی به v ضرب t است. خب پس x 150 میلیون کیلومتر که 15 در به نمای 10 متر شد، به جای x میمانیم چند؟ 15 ضرب 10 به نمای 10 متر مساوی است به v سرعت نور 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه، ضرب تی معلوم نیست. خب اطراف تقسیم ضریب تی میکنیم. پیش از اون میتونیم متر با متر اختصار کنیم، ده به نمای 8 با ده به نمای 10 اختصار کنیم، ده به نمای 2 میمانه و 3 هم با 15 اختصار میشه جای 5، مساوی به تی طرف تی مانده، کلش اختصار شد. ثانیه را هم از اینجا از مخرج میتونیم بالا آوریم. خیلی تی میشه چند؟ 5 ضرب 10 به نمای 2 ثانیه یا 500 ثانیه. 500 ثانیه وقت میگرفته تا که نور آفتاب به این سیاره برسته، که فکر کنم این سیاره هم زمین باشه. شما به جغرافیا هم خواندین که فاصله بین آفتاب به زمین 150 میلیون کیلومتر است. البته هم ثابت نیست، مدار زمین چون بیضوی است، گاهی وقتا زمین از آفتاب دور میباشه، گاهی وقتا هم نزدیکتر میشه. از 147 هم فاصله از زمین و فاصله از خری خواندم، از خری 147 است، از زمینش تا 151 و 152 میلیون کیلومتر هم میشه. خب آمار من دقیق نمیفهمم، باز خودتان پیدا کنید. سوال سوم کار میکنیم. خیلی سوال سوم گفته یک متحرک از حالت سکون با تعجیل 10 متر بر ثانیه مربع شروع به حرکت میکند. سوال سوم یک متحرک از حالت سکون، وقت و سوال از حالت سکون گفت، از حالت سکون که گفت، یعنی سرعت اولیه صفر است، با تعجیل 10 متر بر ثانیه مربع متحرک شروع به حرکت میکنه. گفته سرعت آن را بعد از 5 ثانیه حساب کنید. زمان 5 ثانیه گذشته،
سرعتش قرار است حساب کنید. و سوالاتی که دوستا تعجیل داد به این سوالات 100% حرکت غیر یک نواخت است و از او 4 تا معادله کار میشه. حالا از کدام یک از اون معادله ما کار بگیریم او مهم است که شما باید تشخیص بتین. معادله هر کدام از اون معادلات نام داشت. اولی مستقل از چی بود؟ مستقل از فاصله. دومش مستقل از چی بود؟ مستقل از سرعت. سوم مستقل از زمان. چهارم مستقل از تعجیل. نظر و معلومات سوال، چیزی که داده و چیزایی که خواسته از ما، یک کمیت همیشه وجود نداره در معلومات سوال که مستقل از اون کمیت استفاده میکنه از بین معادلات. بین سرعت اولیه را داده، تعجیل داده، زمان داده، سرعت خواسته. فاصله را به این سوال هیچ ذکر نکرده، اکس این را هیچ ذکر نکرده. شما مستقل از فاصله که معادله اول بود از او استفاده کرده سوال کار میکنیم. وی مساوی است وی صفر مثبت منفی ایتی. مثبت چی معنی میده؟ منفی چی معنی میده؟ مثبت یعنی حرکت تند شونده است، منفی حرکت کند شونده است. که حال به این معادله اول عددا را میبینیم بسیار آسان کار میشه سوال. خب وی معلوم نیست، مساوی است به وی صفر، صفر است چون صورت اولی از حالت سکون گفته بود دیره صفر در نظر میگیریم. تعجیل چقدر؟ تعجیل 10 واحدش متر بر ثانیه مربع ضرب تی زمان 5 ثانیه که ثانیه مربع با ثانیه اختصار میشه. 10 ضرب 5 50 واحد متر بر ثانیه میشه. این سوال سوم. سه سوال شد طوال از حرکت ها. یک چند سوال دیگه هم کار میکنیم. حوصله مندی تا نمیخوایم. خب من این طرف فرمولا رو میمانم، سوال ها رو پاک میکنم که سوال های بعدی هم از روی همی فرمول ها کار میشه. خب سوال چهارم. سوال چهارم گفته سرعت یک جسم در 4 ثانیه از 6 متر بر ثانیه و 10 متر بر ثانیه افزایش می‌یابد. فاصله را که در این مدت طی شده است را حساب کنید. خب من سوال معلوماتش می نویسم. سوال چهارم. خب خلاصه کردن معلومات سوال بسیار مهم است چون تشخیص میتیم که از کدام معادله استفاده شود. گفته سرعت یک متحرک در 4 ثانیه زمان بر ما داده، تی 4 سکند از 6 متر بر ثانیه و 10 متر بر ثانیه افزایش مییابد. یعنی که سرعت اول 6 متر بر ثانیه است، سرعت نهاییش 10 متر بر ثانیه میشه، افزایش یافته. فاصله طی شده در این مدت را حساب کنید. چی را حساب میکنیم؟ اکس را حساب میکنیم. حرکت یک نواخت است یا غیر یک نواخت؟ حرکت اول باید تشخیص داده شد. حرکت غیر یک نواخت است. آفرین. از کجا فهمیدیم که غیر یک نواخت است؟ از این که سرعت تغییر کرد. سرعت اولیه 6 بود و 10 افزایش یافت. سرعت که تغییر کنه حرکت غیر یک نواخت است. پس از این 4 تا معادله کار میشه. از کدامش کار میشه؟ نظر به معلومات سوال میبینیم چی وجود نداره. چی وجود نداره؟ تعجیل وجود نداره. ای مستقل از تعجیل هر کدام از یا که بود دیگه درس گذشته هم خوانده بودیم و شروع درس هم گفتم مستقل از تعجیل 4 است. نامای از این معادلات مثل نام تخلص خودتان باید حفظ کنین. مستقل از تعجیل معادله 4 خیلی استفاده کرده سوال کار میکنیم. اکس میگیم مساوی است و وی جمع وی صفر تقسیم 2 ضرب تی. خب x معلوم نیست، v جمع v صفر v چند است؟ 10 جمع v صفر 6 جمع v صفر 6 تقسیم 2 ضرب t هم 4 که 10 جمع 6 16 16 تقسیم 2 8 8 ضرب 4 32 به بالا می نویسم. فاصله طی شده x میشه 32 متر. خب این حل سوال چهارم بود. سوال پنجم رو میبینیم. سوال پنج گفته یک متحرک با سرعت 10 متر بر ثانیه در حال حرکت است.
یک متحرک با سرعت 10 متر بر ثانیه در حال حرکت است و بعد از تعیین نمودن فاصله 25 متر متوقف می شود. تعجیل آن را حساب کنید. سرعت اولی متحرک چقدر است؟ 10 متر بر ثانیه. بعد از تعیین نمودن فاصله x فاصله 25 متر متوقف می شود. وقت و سوال بگه متوقف می شود. متوقف می شود یعنی چی؟ یعنی که سرعت نهایی صفر می شود. متوقف می شود. تعجیل آن را حساب کنید. A را حساب میکنین. A تعجیل است. سوال باز هم حرکت غیر یک نواخت چون سرعت تغییر کرد. حالا از کدام یک از معادله استفاده کنیم؟ نظر به معلومات سوال میبینیم دوستای عزیز. چی وجود نداره؟ آفرین، زمان وجود نداره. خیلی معادله مستقل از زمان که معادله سوم است. از او کار گرفته سوال کار میکنه. معادله سوم چیست؟ V مربع مساوی است V صفر مربع مثبت منفی 2x. V مربع سرعت نهایی مربع. سرعت نهایی چیست؟ صفر است. در آخر توقف کرده. خیلی صفر مربع واحدات دیگه نمی نویسم. کلا سیستم این کیس است. شما را زیاد خسته نسازیم. سرعت اولی V صفر 10 است. 10 مربع مثبت بگیریم یا منفی؟ چون کند شونده است منفیش میگیریم. منفی 2 ضرب A ضرب A معلوم نیست. تعجیل که سوال از ما خواسته X را هم سوال داده 25 که حال یار ساده میسازیم. صفر مربع صفر، 10 مربع 100، 2 ضرب 25 50، علامهش هم منفی است. منفی 50. منفی 50 را انتقال میتونیم طرف دیگه معادله میشه مثبت 50. مثبت 50 مساوی است به 100. هر دو طرف تقسیم 50 میکنیم. 50 با 50 اختصار میشه A میمانه و 100 هم با 50 جای 2 اختصار میشه. واحدش هم متر بر ثانیه مربع، واحد تعجیل است. خیلی 2 متر بر ثانیه مربع میشه جواب این سوال. سوال بعدی رو برای که کار کنیم کم جای زیادتر کار داره. سوال از تمرین کتاب و معارف است که ما او طرف تخته را خیلی پاک میکنم. بازم در بخش حرکات نکته کلیدی را براتون تکرار میکنم که چیست. نکته کلیدی در بخش حرکتا چیست؟ حفظ کردن این معادلات به شکل درستش است. معادلات حفظ کنین. البته یا ثبوت هم میشه از روی فرمول تعجیل و فرمول سرعت متوسط، فرمول تعجیل متوسط که و کانکور ثبوتش اهمیت نداره و ما باید درس آموزش کانکور میتیم. خب سوال ششم کار میکنیم. سوال ششم یک سوال است. من شکلش هم باید رسم کنم براتون. یک سوال بسیار خوبش از کتاب معارف. اینجا یک چراغ ترافیک و سرک است. خب گفته یک موتر در مقابل چراغ ترافیک ایستاده است. من یک موتر رسم کنم. رسم ما خوبش نیست. سرعت اولیش صفر است چون موتر مقابل چراغ سرخ ایستاده است. با سبز شدن چراغ، یعنی چراغ که سبز میشه، موتر با تعجیل A 2 متر بر ثانیه مربع شروع به حرکت میکند. شروع به حرکت میکنه و پیش میره طرفش. در همین لحظه یک لاری با سرعت ثابت 36 کیلومتر بر ساعت از کنار این موتر عبور میکند. معلوم کنید که موتر و لاری بعد از چند ثانیه به یک دیگر میرسند. من لاری را هم رسم میکنم شاگردا برای رسم. فرض میکنم هم لحظه که چراغ سبز شده لاری، یعنی یک لاری با سرعت ثابت، سرعت لاری رو گفته ثابت بوده، سرعت ثابت چند؟ 36 کیلومتر بر ساعت، 36 کیلومتر بر ساعت از کنار موتر عبور کرده. خب موتر حرکتش چیست؟ غیر یک نواخت است. از کجا فهمیدیم حرکت موتر غیر یک نواخت است؟ حرکت موتر چون تعجیل داره و غیر یک نواخت تند شونده است، سرعتش زیاد میشه. موتر بالاخره لاری رو پس گیر میکنه به یک نقطه. لاری با سرعت ثابت اما دوبور کرد، موتر از پشت سرش تیز شده یا بالاخره به یک نقطه که این نقطه رو پی میگیم و هم دیگر میرسن. و
و فاصله این نقطه از شروع حرکت هر دو تای جسم که اونجای که موتور استاد بود، اگر ما شروع حرکت در نظر بگیریم x است، فاصله که هر توسط هر دویشان طی شده تا نقطه P که یا پس به هم دیگر میرسن x است. و این سوال نقطه کلیدی است که x لاری مساوی است به x موتر. چطور فهمیدیم x داشت؟ خب هر دویش از پیش روی چراغ و ترافیک شروع کردن حرکت خود و نقطه P به یک دیگر میرسن، هر دویش این مقدار فاصله را طی میکنن. حرکت موتر غیر یک نواخت، حرکت لاری یک نواخت است. کجا فهمیدیم حرکت لاری یک نواخت است؟ حرکت لاری یک نواخت از کجا فهمیدیم یک نواخت است؟ چون سرعت ثابت ده. حرکت یک نواخت x از کدام فرمول حساب میشه؟ به جای x لاری اگه خواسته باشیم قیمت بانیم، حرکت یک نواخت x مساوی v ضرب t، و حرکت غیر یک نواخت x مساوی v صفر ضرب t مثبت 1/2 t مربع. خب اول x موترر اینجا چی میکنیم؟ تحلیل میکنیم x موتر، تحلیل میکنیم x موتر مساوی است به v صفر ضرب t مثبت 1/2 t مربع. v صفر موتر صفر است، چون موتر به شروع توقف کرده بود، خیلی حد صفر میشه کامل. 1/2 t مربع را قیمتاش میمانیم، x موتر خیلی مساوی است 1/2 چند است؟ 2 ضرب t مربع، معلوم نیست، 2/2 اختصار میشه، x مساوی است به t مربع. x مساوی به تی مربع شد، اکس چه؟ اکس موتر. اکس لاری را تحلیل میکنیم به یک پلو. اکس لاری باز حرکت یک نواخت است، اکس حرکت یک نواخت باشو پاک کنم، لاری را عنوان بگیریم، حرکت یک نواخت اکسش مساوی وی ضرب تی. وی لاری چند است؟ سرعتش 36 کیلومتر بر ساعت است، 36 کیلومتر بر ساعت. V مساوی 36 به جای کیلومتر 1000 متر میمانیم، و ساعت، ساعت هم هر ساعت 3600 ثانیه است. خب 2 صفر با 2 صفر اختصار میشه، 36 و 36 یک ده میمانه. خیلی موتر لبخشم لاری سرعتش که 36 کیلومتر بر ساعت است تبدیل کردیم 10 متر بر ثانیه شد. روش تبدیل کردن کیلومتر بر ساعت و متر بر ثانیه یکی از روش های شبه قسم است، روش های متفاوت داره که کیلومتر به ساعت، کیلومتر 1000 متر میمانیم، به جای ساعت هم 3600 ثانیه که هر ساعت هاور، اچ آر مخفف هاور است، چی میشه؟ 3600 ثانیه میشه. حال عددها رو بانیم اینجا، اکس لاری خیلی مساویست به وی چند شد؟ 10 ضرب تی. حال این دوتا اکسار، ای از لاری و ای هم از موتر، یا رو با هم مساوی قرار بدیم، به زیر هر دویشانه تی مربع مساوی است به ده تی. از اینجا که تی مربع با تی اختصار شوه، از تی مربع یک تی میمانه و سمت راست معادله هم ده مان. خیلی یک تی مساوی به ده، بعد از ده ثانیه ای دوتا به یک دیگر میرسن. بعد از ده ثانیه که شروع یک جا بود، از پلوی چراغ ترافیک لاری عبور کرد، موتر ده ثانیه بعد به او میرسد. که یک نمونه سوال چی میگن تطبیقی بخش حرکات شد که ما حرکت ها رو کجا چه قسم میتونیم تطبیق کنیم. نمونهش اینجا ما براتون کار کردیم که جالب بودن فیزیک نشان میده. خب میریم یک سوال دیگه هم کار میکنیم برای که شما زیاد خسته نشوین، برای این درس بس است دیگه. باز به درس های بعدی بخیر میتونیم که سوال های بیشتر کار کنیم، و اگر شما سوال داشته باشیم، سوالی که پیشتان مجهول مانده باشه، میتونین که به صفحه فیسبوک ما یا به همینجا به زیر به یوتیوب کامنت بانه، مشکل نیست به چنل یوتیوب ما. سوال هفتم هم کار میکنیم، یکی از سوال های سخت بخش حرکت یک بودی تمرین کتاب و کورس است، ولی مطمئن هستم شما یاد میگیرین. خیلی سوال هفتم، سوال هفتم گفته یک متحرک با تعجیل ثابت و مدت 20 ثانیه از حالت سکون شروع کرد به حرکت نموده و حرکت میکند. یک متحرک بروی رسم نشان بتم، از حالت سکون شروع به حرکت میکنه، سرعت اولیش صفر است، با تعجیل ثابت A کانستنت و مدت 20 ثانیه حرکت میکنه. اگر فاصله طی شده در 10 ثانیه اول S1 باشه، این 10 ثانیه اول است،
ده ثانیه اول اس یک باشه و فاصله طی شده در ده ثانیه دوم، چون تعجیل داره حرکت، فاصله زیاد میشه، زیاد میشه در ده ثانیه دوم فاصله طی شده یا مسافه طی شده اس دو باشه. ده ثانیه دوم سوال از ما خواسته که نسبت اس دو بر اس یک حساب کنه، نسبت اس دو بر اس یک حساب کنه. خب ده ثانیه اول، ده ثانیه دوم، حرکت های غیر یک نواخت شما می فهمید، ما روی رسم اگر نشان بودم، حرکت غیر یک نواخت تعجیلی جسم اول سرعتش کم است، به ثانی اول سرعت کم، فاصله کم و هرچی که زمان بگذره مسافه زیاد شده میره. اینجا هم توست ده ثانی اول مسافه کم که ایره اس یک میگیم، ده ثانی دوم مسافهش زیاد شده اس دو میگیم، سوال هم از ما اس دوی بر اس یک خواسته. خب حالا چی میکنیم؟ از فاصله حرکت غیر یک نواخت x مساوی است وی صفر ضرب t مثبت 1 بر 2 t مربع سوال کار میکنه. چرا مثبتش گرفتیم منفیش نگرفتیم؟ چون حرکت تند شونده است، زیاد میشه سرعت، سرعت که زیاد شوه خوب است که یک علامه را مثبت بگیره. و وی صفر ضرب t مثل سوالای گذشته اینجا صفر میشه، چون از حالت سکون شروع به حرکت کرده و بعضی حالت ها صفر است، بعضی حالت ها صفر نیست. خب برای که اس یک پیدا کنیم به جای x اس یک میمانیم که مسافه یا فاصله است، ای خودش به جای تی ده میمانه، 1/2 ضرب a ضرب ده مربع که اس یک مساوی است ده مربع 100 تقسیم 2 50 ای اس یک شد. قیمت اس دو هم اگر از جنس اس یک پیدا کنیم میتونیم، بخشیم از جنس a پیدا کنیم میتونیم راحت نسبت بگیریم، نسبت به دست بیاریم. بازم به این فرمول اگه خواستیم اس دو رو پیدا کنیم تیر چند میمانیم؟ 20 میمانیم، اما 20 که ماندیم کل فاصله پیدا میشه، یعنی از شروع تا به ختم. و ده ثانیه اول که 50 شد اس یک کم میکنه، خیلی اس دو میگیم 1/2 ضرب a ضرب t مربع 20 مربع منفی اس یک. خیلی اس دو مساوی است 1/2 ضرب a ضرب t مربع 20 مربع که 400 است، منفی اس یک هم که 50 بود. خیلی اس دو مساوی به چی میشه؟ 400 تقسیم 2 200 a منفی 50 a که میشه 150 a. اس دو 150 a. حال نسبتش رو میگیریم، اس دو بر اس یک 150 a بر 50 a، a با a اختصار میشه صفر با صفر، 15 تقسیم 5 3. خب این بود درس حل مسائل حرکت یک نواخت و غیر یک نواخت. تا جلسه بعدی خداوند یار و مددگارتان. درسایتان رو بخوانین به شکل متواتر، یادتان باشه که از هدفتان دور نمانین، مسافه بین خودتان و هدفتان زیاد نسازین. موفق باشین.